خب ما راجبه تریم صحبت کردیم حالا یک فلش هم زیر این تریم وجود داره اینجا من بازش میکنم به اسم Extent Entities خب انتخابش میکنم میبینین موس من به حالت یک خط چین و یک خطی در اومد این برای چی هست؟ شما برعکس تریم رو دارید انجام میدید تریم بریدن میشه اکستند کشیدن یا اضافه کردن یا حالا همون امتداد دادن خط میشه یه جورایی به فرض من اینجا این مورد رو نگاه کنید این مورد رو هم نگاه کنید اینجا ما دو تا خط داریم که امتدادشون که بده میرسه به یک خط دیگه یا اینجا دو تا نقطه داریم که امتدادشون بدیم میرسه به یک نقطه دیگه من وقتی روی این خط نگه میدارم و یک بار کلیک میکنم میبینید که این خط رو برای من اکستند کرد یا اضافه کرد امتداد داد تا رسید به این سر خط یا این سر نقطه دیگه و خب برای این مورد هم باز همین کار رو میتونم انجام بدم خب پس میبینیم که همچین مواردی هم این وسط وجود داره که شما میتونید انجامشون بدید و باشون کار کنید اما خب کاربردی که معمولا تریم داره اکستند این کاربرد رو شاید به این وسعت نداشته باشه یا شاید بگم که خیلی طرفدار نداشته باشه و خب درست هم چون که شما براتون راحت تر هست شاید راحت تر باشه که بیاین و مثلا اگر من یک بار کنترل زد بزنم بیاین شما اینجا از یک لاینی انتخاب کنید این رو تا اینجا امتدادش بدید و این کار رو انجام بدیم تا اینکه بخواین این رو اکستندش کنید اما خب میشه از این موارد هم استفاده کنیم و باشون کار کنیم حالا من بیام این موارد رو با همدیگه برداریم درشون دارم و بریم راجع به اسپیلاین صحبت کنیم بچا اسپیلاین چی است شما خط های کرو دار یا خط های منحنی مانند رو میتونید با استفاده از اسپیلاین استفاده کنید و باشون کار کنید کاربرد لاین ها چی است شما اگر که بخواید یک مهندسی محکوسی انجام بدید بدنه ماشین رو بخواید طراحی کنید بخواید یک شکل خیلی خاصی رو رسمش کنید و توی سالید ورکس بیارینش معمولا این لاین ها خیلی به شما کمک میکنن و قابلیت انعطاف پذیری خیلی بالایی هم دارن خب من یک بار روش کلیک میکنم سه حالت مختلف داره که خب سه حالتش یه دونه SPLINE هست یه دونه استایل اسپیلاین هست و یه دونه اکویشن DRIVEN کرف هست که خب این مورد سوم شما باید بهش معادله خط بده یا معادله منحنی بده در واقع تا برای شما بیاد یک کروی رو رسم کنه خب این موارد جز موارد پیشرفته تری از شاید آنچنان کاربردی نداشته باشیم. مگر تو مسائل تحقیقاتی اونم برای کیس های خاصی که بخواین استفاده کنید اما معمولا توی مدل سازی سه ما از همون اسپلاین خالی استفاده میکنیم و باش کار میکنیم خب من الان این رو یک با کلیک کردم میبینید که موسم رو میارم وقتی میارم داخل صفحه علامت یک مداد با یک کرف یا همون اسپلاین رو داره برای من نشون میده که خب نشون داده این هست که صفحه همون اکتیو هست روی اسپیلاین رو میتونیم باش کار کنیم من برای شما یک بار کلیک میکنم و این رو مثلا میارم تا اینجا از من میخواد نقطه دوم رو مشخص کنم همزمان بچه ها این سمت چپ صفحه رو اینجا رو هم نگاه کنید که میبینید من که دارم حرکتش میدم پارامترهای مختلفی رو داره به شما نشون میده که با اونها میتونه کار کنید و بعد بعد از این که شکل رو رسم کرده میتونه اونها رو مودیفای کنید خب من الان یک بار دیگه روش کلیک کردم میبینید که کرو بعدی یا نقطه بعدی رو داره برای من مشخص میکنه دوباره یک بار دیگه روش کلیک میکنم میبینید به این صورت داره برای من یک کروی رو رسم میکنه و خب میتونه این موارد رو به این صورت هر چقدر میخواین و هر تعدادی که میخواین ادامه بدید و در نهایت کلیک سمت راست سلکت یا اسکیپ رو بزنید خب یه ای خورده این رو بیارم مرکز تا سنتر صفحه خب الان من یک کروی رو برای شما رسم کردم اما شما میخوان یه سری مشخصات یا المان هایی رو بدید ببینید رو هر نقطه یک, یک کرف یا یک اسپیلاین دو تا نقطه ابتدا و انتها داره که میشه این نقطه ابتدای شما این میشه نقطه انتهای شما و خب یک سری خطوط میانی بود که من هر بار که روی موسم کلیک کردم کلیک سمت چپ کردم این نقاط میانی هم برای من مشخص شد حالا اگه من بخوام این رو یه جورایی مودیفای کنم مودیفیکیشن روش انجام بدم یه خورده عوضش کنم چطور میتونم این کار بکنم همچنان که موستون رو, رو روی صفحه داره روی کرف یا روی اسپیلاین نگه میدارید کلیک سمت چپ میزنید کلیک سمت چپ رو که زدید یک همچین مواردی رو شما دارید اینجا میبینید که میتونید ازش استفاده کنید و باش کار کنید یک سری نقطه هایی رو داریم که خب ما با موس مشخص کردیم اگر هر کدوم از این نقطه ها رو من یک بار روش فشار بدم و نگه دارم بکشم بکشم میبینید که میتونم این نقطه رو به تنهایی حرکتش بدم خب این خیلی آپشن خوبیه این خیلی بهم کمک میکنه خب دوباره نقطه بعدی رو باز میتونم همین کار رو انجام بدم نقطه بعدی رو همین کار رو میتونم انجام بدم اما خب اگر یه مقدار دقت کنیم من یه مقدار بیشتر زوم کنم میبینید که هر نقطه‌ای که شما انتخاب میکنید یک حالت بیزیمان حالا یک حالت گوش این شکل لوزی مانندی اینجا داره و یک حالت فلش مانند و یک نقطه مانندی در کنارش بنابراین هر نقطه دو تا لوزی برای شما داره دو تا اون فلش یا ارو و دو تا هم نقطه که میتونید باش کار کنید تفاوت اینا چیه و اصلا اینا به چه دردی میخوره من یه مقدار زوم اوت کنم مثلا میام اینجا رو انتخاب کنم ببینید ما میتونستیم این رو به این حالت تعریفش کنیم یعنی میتونستیم نقطه مرکزی رو حرکت بدیم و باش کار کنیم اما غیر از اون یک معلفه لوزی مانندی داریم که اگر من حرکتش بدم میبینید میتونم باش همچین کارهایی رو انجام بدم میتونم زاویه بهش بدم و خب میبینید اگر زاویه از یک حدی بیشتر بشه تلاقی میکنه با هم دیگه و سالید این رو یه جورای بد تلقی میکنه این براش خوب نیست چرا چون که وقتی میخواین یک شکل سبودی رو ایجاد کنید اون شکل سبودی نباید خودش خودش رو قطع کرده باشه بنابراین تو مواردی که میخواین به فر سرفیس رسم کنید این موارد خیلی به درد شما میخونه رو باید دقت کنید و خب از این سمت هم باز به همین صورت بنابراین من میتونم این کار رو انجام بدم باز میتونم لوزی بعدی رو بگیرم و این کار رو باش انجام بدم و خب میبینید که میتونید این سری مودیفکیشن ها رو روش انجام بدید حالا اگر که این نقطه ابتدا و انتها رو بگیرم و بکشم میبینید که میتونم اون کروی رو که توی خط افتاده رو یه مقدار جلوتر ببرم یا میتونم عقبتر بیارمش برای این مورد هم همین صورت میتونم کرو رو بیشتر اکستندش بدم یا میتونم کرو رو بیشتر به سمت خودم بیارم به سمت اون نقطه بکشونمش خب میبینید اگه خیلی هم بخوایم باش کار کنید بعضی موقع این اتفاقا میفته و یه اروری هم میده که دیس track کرییتد این ولی جیومتری دوباره میگه که دی پری اسکچ استیت بی یعنی دوباره اون حالت یا استیت قبلی رو که داشتیم باش کار میکردیم و برای ما لود کرد فراخانی کرد ریستور کرد که بتونیم باش کار کنیم بنابراین این کرف به شما میتونه خیلی آپشن هایی رو بده که شما بتونید شکل های خاصی رو از توش در بیارید و باش جرایی کار کنید خب اینجا داریم میبینیم که میتونیم چقدر دست شما باز هست برای اینکه یک کروی رو مودیفای کنید و به هر شکلی که میخواین حرکتش بدید پس این رو هم حواسمون بهش باشه کرف ها موارد خیلی مهمی هستن اگر روی هر موردی رو هم کلیک کنید میتونید ایکس و وای نقطه رو براش مشخص کنید روی خود کرف اگر کلیک کنید میتونید مشخص کنید فور construction باشه که خب میدونیم می که for construction به درد ما توی این مورد نمیخوره مثلا، کرویچرتون رو میتونه به شما نشون بده که خب میتونید ببینید کجاها شیبش تونت تر هست یا کروش بیشتر هست کجاها کمتر هست و خب این موارد میتونه به شما کمک کنه که توی ترایاتون بهتون یه جورایی اسیس بده و بتونید باش راحت تر کار کنید خب موارد دیگه ای داشتیم خب میتونستید تعداد نقطه ها رو بیشتر کنید بین چند مورد میتونید x و y موارد رو عوض کنید مثلا اگر من روش نگه دارم میبینید کوردینیت x و کوردینیت y رو میتونه برای شما عوض کنه و خب مثلا میتونه تانجانت براش مشخص کنید و این موارد این چنینی خب هر کدومش رو شما بخواید میتونید از اینجا تعیین کنید که چطور میتونید باهاش اجرای کار کنید به فرض باز اگه میبینید من این رو حرکت بدم اگه تانژانتش رو بعدم اگه تانژانت بهش بدم میتونم شکل های خاصی رو ایجاد کنه که میتونید باش کار کنید خب پس این مورد لاین رو هم حواسمون بهش باشه و اگر که میخوایم شکلی رو رسم کنیم حواسمون باشه مواردی که می داشته باشن رو میتونیم با این لاین ها مشخص کنیم و باشون یه کار کنیم